من کیمیا هستم. قبل از اینکه ایمان بیارم، خب از اونجایی که توی کشور ایران بودم و یک مسلمان زاده بودم، دین من اسلام بود، همونطور که دین خانوادم بود. البته نمیتونم بگم که یک مسلمان سفت و سخت بودم، نه، هیچ وقت پیش مسلمان سفت و سخت نبودم، ولی دینم اسلام بود. اسم مسلمان و مسلمان زاده توی کشور اسلامی زندگی می کردم و همین باعث شده بود که این اسم اسلام و مسلمان روی من باشه، بدون اینکه خودم اون رو انتخاب کرده باشم و بدون اینکه بخوام تمام اون چیزهایی که هست رو با تمام دل و جونم قبول کنم. و همیشه برای من این سوال بود توی ذهن من که چرا نمیتونم اون چیزهایی که هست و اون چیزهایی که از اسلام میشنوم، با اینکه دینی هست که تمام مردم کشورم اون رو قبول دارن، ولی من نمیتونم قوانین اون رو بپذیرم با تمام دل و جون. منظورم این که تمام اون چیزایی که توی قرآن یا به عنوان یک مسلمان باید یک مسلمان انجام میداد، برای من و خانوادم چیزایی نبود که قابل قبول باشه. یعنی شاید بگم همین چیزی بود که از اول سوالایی بود که توی ذهن ما بود که نمیتونه اینقدر سفت و سخت باشه. برای ما هیچ وقت اون سفت و سختی هیچ معنی درستی نداشت، برای همین نمیتونستیم اون رو قبول کنیم که خدا میتونه اینقدر برای بنده هاش قوانین و قانونای سخت بذاره. و برای همین هیچ وقت اون قانونا رو، بخوام بگم مسلمانی بودم که همیشه روزه گرفتم، همیشه نماز خوندم، همیشه قرآن دستم بود، نه، اینجوری نبودم. اگه بخوام از حال هوای قبل از ایمانم بگم، نمیتونم بگم یه حال هوایی بود که هر مثلا خیلی دنبال یک چیزی بودم، ولی هر از گاهی این چیز توی ذهن من می اومد که چرا رابطه من با خدا اون رابطه ای نیست که بتونه منو ارضا کنه، بتونه منو به اون چیزی برسونه که آره درسته، این رابطه الان درسته. و این حال و هوا بود که منو همیشه اذیت میکرد. هیچ وقت نمیتونستم قبول کنم که من باید خدای خودم رو با اعمال خودم راضی کنم، با نمازم، با روزم. نمیتونستم قبول کنم که وقتی که میخوام با خدام حرف بزنم باید با واسطه باهاش حرف بزنم، خدای من خیلی از من دوره. و این برای من واقعا تعبیر از اون خدای محبت، اون خدای مهربونم، چون خدا رو قبول داشتم، خدا رو با تمام وجودم قبول داشتم، اما نمیتونستم قبول کنم که این خدا واقعا میتونه اینقدر سختگیر باشه، میتونه اینقدر راه رو برای رسیدن به خودش پیچیده کنه. برای همین اون حال هوا نمیتونست من رو راضی کنه که الان توی یک رابطه درست با خدا. اولین باری که پیغام مسیح رو شنیدم از طریق دختر عموی همسرم بود بعد از ازدواج. البته بعد اینو بگم که بعد از ازدواج من با اسلامی آشنا شدم که یک اسلام یک جور دیگه بود. یعنی اون چیزی که با مجردی قبل از ازدواج من بود کاملا فرق کرد. یک اسلامی بود پر از قانون، پر از مراسم، پر از تعصبات، پر از قوانین خوش، پر از چیزایی که باید رعایت می شد. و من با این اسلام آشنا شدم و باز هم اون سوالاتی که توی ذهنم بود هر بار بیشتر و بیشتر می شد. و اولین باری که این پیام خوش رو شنیدم از طریق دختر عموی همسرم بود که در کشور دیگه زندگی میکرد و ایماندار بود و اون پیام رو به ما داد. و برای من یه جرقه بود شاید توی ذهنم، توی زندگیم، که چقدر این چیزهایی که گفته میشه به اون چیزی که تمام این مدت سال بزرگ توی ذهنم بود چقدر نزدیکه، چقدر این راه، چقدر این خدا، چقدر این رابطه بندگی و خدایی، چقدر به اون یا اون فرزندی و خدایی، چقدر به اون چیزی که تمام این سالها توی ذهن من بود نزدیکتره. اولین چیزی که بعد از شنیدن پیغام مسیح به من دست داد، اول از همه احساس ترس بود. احساس این که شاید دارم اشتباه میکنم، شاید این دارم از چیزی که درسته خارج میشم. با اینکه اون رو قبول نداشتم، اما باز هم تمام اون چیزهایی که یاد گرفته بودم در مورد اسلام، که هر چیزی به غیر از اسلام میتونه تو رو از خدا دور کنه، میتونه تو رو به یک راه دیگه بکشونه، اولین حسی که به من دست داد ترس بود. اما اصلا حسی نبود که بخواد مدت طولانی توی من بمونه. با اینکه تمام اون چیزها رو میدونستم، ولی این حس خیلی خیلی زود از من از بین رفت. جاشو
داد به اعتماد، جاشو داد به اینکه نه یه خبری هست، یک چیزی هست که درسته، اینجا یه چیزی هست که با تمام اون سوالایی که تمام سوالا تو ذهنت بوده شاید جواب تمام اون سوالهایی که این تمام این سوالا توی ذهنت بوده. شاید زیباتر اتفاقی که تو رابطه من با مسیح اتفاق افتاد این بود که مسیح من را از اول ساخت، یعنی بخوام بگم از نو ساخت. بعد از اینکه چندین ماه از اون گذشت و من تصمیم گرفتم که خیلی جدیتر توی رابطه‌ام با خدا بمونم، برای ما این فراهم شد که از اون کشور بخوایم خارج بشیم، یعنی از کشور خودمون خارج بشیم و مجبور بودیم که کشور خودمون رو ترک کنیم. و شاید اون مسیری که من طی کردم تا برسم به کشور مقصد برای من مسیری بود که قرار بود طی کنم تا برسم به اون شناخت عالی از خداوند. من خدا رو قبل از اون شناخته بودم، اما اینکه بخوام اون رو با تمام وجود، با سلول سلول بدنم، توی تمام لحظات حس کنم، شاید تمام اون یک سالی بود که من توی راه بودم. یک سالی بود که باز چند روز شروع شد، یعنی برنامه چند روزه 3 روزه بود که ما قرار بود در عرض 3 روز از کشور خارج بشیم و به کشور مقصد برسیم، اما این 3 روز تبدیل شد به 1 سال. یک سالی که هر روزش رو بخوام بگم، هر روزش برای ما معجزه مسیح بود. نمیتونم یک روز رو حتی خارج از اون بگم، روزایی که واقعا با تمام وجودمون مسیح رو کنار خودمون حس کردیم، روزهایی که حتی صدای مسیح رو شنیدیم، روزهایی که معجزاتش رو دیدیم. و اینجوری بود که وقتی که ما از کشورمون خارج شدیم، میگم ما قرار بود در عرض 3 روز به کشور مقصد برسیم و تمام برنامه ریزی ها شده بود، از نظر مالی تمام اون چیزهایی که باید فراهم بشه فراهم شده بود. و وقتی که به کشور ترکیه رسیدیم و قرار بود از اونجا سفرمون شروع بشه، دقیقاً سفر روحانی ما شروع شد. دقیقاً سفری که اولین اتفاقی که افتاد اینکه تمام اون پولهایی که ما برای این سفر هزینه کرده بودیم و اینکه تمام اون چیزهایی که داشتیم و فروخته بودیم و این پول رو تبدیل کرده بودیم برای هزینه سفر، تمام اونها رو از دست دادیم. این اولین قدم بود که خدا میخواست که ما هر اون چیزی که در زندگی قبلیمون داریم از دست بدیم و دوباره یک چیز جدید رو شروع کنیم. شاید این وابستگی ها رو میخواست توی ما از بین ببره، چون دقیقاً چیزهایی بود که ما هنوز بهش وابسته بودیم. اولین چیزی که از دست دادیم تمام اموال و مال و پولی بود که داشتیم و بعد از اون گرفتار راهی شدیم که تحت کنترل ما نبود، یعنی هیچ راه برگشتی نداشتیم. به یک دریا رسیدیم که بعد اون دریا رو رد می‌کردیم و کشتی، اون قایقی که به ما داده بودن، یک قایق خراب بود و همین باعث شد که بعد از یک خورده که از ساحل دور شدیم، همه اون کسایی که تو این قایق بودن داخل آب بیافتن و مجبور بشن برگردن. خیلی برای ما شوکه بزرگ بود، شوکه اینکه قبول کنیم توی جایی هستیم که هیچ جای زندگیمون تصور نمی‌کردیم که ممکنه یک روزی توی همچین جایی گیر کنیم. برای ما همیشه مثل یک فیلم بود همچین چیزایی که می‌دیدیم. ما چجوری میشه ما با اون شرایطمون الان بخوایم همچین جایی باشیم؟ توی این کوه‌ها ما اصلا چیکار می‌کنیم اینجا توی این کوه‌ها، توی این بیابون کنار این آب؟ ولی اتفاقی که افتاد این بود که خداوند داشت ما رو قشنگ جلا میداد، اونجوری که میخواست داشت برامون خیلی چیزها رو باز میکرد. و دقیقا اتفاقی که افتاد این بود که پلیس اومد و ما رو دستگیر کرد و شاید این چیزی بود که خلاف میل و همه به ما میگفتن که نباید این اتفاق بیفته، ولی برای ما این اتفاق افتاد. ما دستگیر شدیم، به یک زندان منتقل شدیم و در اون زندان کارهای خدا با ما شروع شد. در زندان بودیم، گرفتار شده بودیم، ولی خدا همونجا توی زندان ما رو بلند کرد، به خاطر اینکه مسئول اون زندان، مسئول نگهبان اون زندان فوق العاده از خانواده ما خوشش اومد با صحبتایی که با ما کرد و خیلی مشتاق شد که به ما کمک کنه. پاسپورتای ما رو گرفتن، تمام کسایی که تو اون زندان بودن به ما گفتن، که حتی ایرانیایی که مدت‌های طولانی توی اون زندان بودن به ما گفتن که شما حتماً برگردونده میشید، شما نمیتونید ادامه بدید، چون پاسپورتاتون رو دادین هیچ راهی دیگه برای شما نمونده. برای ما یه مصاحبه گذاشتن، صحبت کردیم اونجا و خیلی جالب بود که بعد از 1 هفته نه تنها خودمون، بلکه اون 3 تا ایرانی دیگه هم که اونجا بودن، 3 تا پسر بودن، من زیادمه، همیشه به ما میگفتن که هیچ راهی نیست برای شما، ما 1 سال اینجا هستیم و هیچ راهی برای نجات شما نیست، مخصوصا شمایی که پاسپورتتون رو دادین. و اتفاقی که افتاد این بود که ما پاسپورتامون رو گرفتیم، حتی به عنوان مهمان
دو روز مهمان همون نگهبان بودیم، مسئول نگهبان اونجا بودیم و مسئول نگهبانی اون زندان بودیم، برای ما توی یه خونه گرفت، با هم تولد گرفتیم. تمام این خاطرات هست و اینکه خداوند چجوری توی زندان با ما کار کرد که ما از اون زندان نه تنها برگردونده شدیم به کشور، بلکه مسیر ما باز شد. و اینکه اون سه تا پسر هم بعد از اینکه ما صحبت کردیم و گفتیم، حتی اون سه تا هم با ما آزاد شدن و ما آزاد شدیم و اجازه داشتیم که بقیه مسیر رو بریم. این اولین اتفاقی بود که توی زندگی ما افتاد و ما خداوند رو در اونجا دیدیم. اما کار خداوند با ما اینجا تموم نشده بود و قرار شده بود که این مسیر برای ما ادامه پیدا کنه. دومین اتفاقی که افتاد این بود که دوباره ما یک بار دیگه امتحان کردیم و یک بار دیگه دستگیر شدیم و دوباره توی یک زندان افتادیم. اما این زندان زندانی بود که قرار بود زن و شوهرها از هم دور بشن، چیزی که هیچ وقت بین من و همسرم اتفاق نیفتاده بود. قرار بود زنها یک جا باشن و مردها یک جا. و اونجا بود که شوهرم گفت که اگر خدایی وجود داشته باشه نباید این اتفاق بیفته، چون من نمیخوام از تو جدا باشم. و چیزی که من گفتم این بود که، یعنی اون چیزی که اون لحظه به ذهن من افتاد، که اعتمادمون رو نمیتونیم به خدا از دست بدیم، باید به خدا اعتماد کنیم. مطمئن باش تو این هم یه اتفاقی هست و واقعا هم همینطور بود. وقتی که ما وارد شدیم خیلی از ایرانی ها با ما حرف زدن، با من و دخترم اونجا حرف زدیم، حتی ما نشستیم دعا کردیم با هم دیگه و خیلی دقیقا چیزهایی که سمت ما می اومد همیشه اخبار منفی بود. اینکه شما اینجا میمونید، مدت‌های طولانی اینجاییم، به این راحتی نیست از اینجا بیرون اومدن. روز اول به این منوال گذشت که ما نشستیم با یک سری خانواده ایرانی افغانی دعا کردیم با هم دیگه و اتفاقی که روز دوم افتاد این که به ما خبر دادن که امروز هیچ ملاقاتی نیست و اتفاقی که افتاده این که کل زندانیا رو آزاد میکنن. این که به چه دلیل بوده، مثل اینکه یک جشن اون روز بوده و به مناسبت اون اتفاقی که افتاده اون زندان تمام اون کسانی که به خاطر مهاجرت اون زندان بودن آزاد کردن. و وقتی که بیرون اومدیم تمام خانواده ها به ما میگفتن شما کی هستین؟ شما چی گفتین؟ چی کار کردین که این اتفاق افتاد؟ ما الان مدت طولانی که اینجاییم. و این رابطه با بعضی از اون خانواده، رابطه‌مون رو سعی کردیم نگه داریم، چون که خیلی مشتاق بودن ببینن که چه اتفاقی افتاد، چی شد، شما دعا کردین، شما دیروز اومدین و امروز همه آزاد شدن. و خداوند به ما نشون داد که من میتونم کاری کنم که تو ته اونجایی که فکر میکنی که هیچ امیدی نیست، من میتونم تو رو بلند کنم. اما بازم اینجا کار خدا با ما تموم نشده بود، ادامه دادیم و تونستیم که بالاخره بعد از چند بار از جنگل ها رد شدن و چند بار برگشتن بتونیم مرز رو رد کنیم و وارد بلغار بشیم. شاید اگه بخوام بگم که مسیح چه تغییری توی زندگی من ایجاد کرده، بتونم اینجوری بگم که نمیتونم بگم مشکلات زندگی من کمتر شده، نه، شاید هم حتی بتونم بگم که خیلی مشکلات و اتفاقات باور نکردنی برای من اتفاق افتاده. اما چیزی که در من هست این که هیچ ترس و نگرانی تو اون اتفاقا برای من نیست، هیچ دلهره‌ای ندارم، هیچ نگرانی ندارم، انگار یه جورایی یه قوت دیگه دارم. مشکلات بزرگه، اما انگار اون چیزی که در درون من هست، اون قوتی که به من میده که میتونم اون مشکلات رو پشت سر بذارم، خیلی در من قوی تر شده. هیچ ترسی از مشکلات ندارم. حتی بگم بعضی وقتا وقتی که مشکلی برای من پیش میاد، یک جورایی ته دلم، نخوام دروغ بگم، ته دلم خیلی خوشحال میشم، به خاطر که میدونم دوباره یک جنگ دیگه که قراره تهش من پیروز باشم با خداوند. قبل از ایمانم به مسیح اگه بخوام بگم که زندگی من چطور بود، الان چطوره و در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، میتونم با یه مثال بگم. یه ساختمونی که شاید درست ساخته نشده اما نمایی خیلی قشنگی داره، زندگی قبل از مسیح من بود، ساختمونی که خیلی پیش محکم زندگی الان منه و یک ساختمون عالی عالی با پی محکم زندگی آینده منه.